خب همونطوری که میدونید از هفته گذشته برنامه روز شنبه ما یک ساعت هست و در قسمت دوم یک محصول جدید رو معرفی کردیم خدمت حضور شما بینندگان عزیز که خوشبختانه خیلی مورد استقبال واقع شده. سوالات خیلی زیادی رو ارسال کرده بودید برای مدیر این مجموعه که پاسخگوی شما خواهند بود در این جلسه و این را هم من خدمتتون عرض بکنم. دوستان، به واقع بعد از 10 سال تجربه‌ای که در اجرای برنامه آموزشی دارم خدمتتون عرض میکنم، همیشه افرادی موفق بودند و موفقیت استمرار داشته که با عشق برای آموزش کار کردن، تمام توانشون رو گذاشتن. بعضا دیدیم که در بازار اقتصادی آموزش مواردی هست که چطور بگم، اگه بخوام زبان عامیانه‌شو بگم، بزندرویی یک کاری رو انجام دادن، یک کتابی رو چاپ کردن، یک فیلمی رو تهیه کردن، برای 1 سال 2 سال وضعیت خیلی خوبی هم، فروش خیلی خوبی هم تو اون 1-2 سال داشتن، شاید رقیب‌هایی نبوده و بعد از اون هم رها کردن و اون درآمد رو بردن در سایر کارهای اقتصادی و استفاده کردن. ولی کسی که عاشق آموزشه و همیشه در کنار آموزش باقی میمونه و تمام توان و زمان خودش رو گذاشته برای اینکه یک محصول درخور و شایسته شما دانش آموزان عزیز ایجاد بکنه، البته کار سختی است، البته وقت‌های زیادی گذاشتن، ولی مطمئنم که در اون نمودار زنگوله‌ای که همیشه در مدیریت میگن، زمان اوج این نوع شرکت‌ها زمان زیادی خواهد بود و افولشون و مرگ این سازمان ها و این شرکت ها خیلی به دور خواهد بود، چرا که عاشقانه برای شما دارن کار میکنن. این محصولی رو که خدمتتون عرض کردم هفته گذشته صحبت کردیم، محصولی است که واقعا روش زحمت کشیده شده و خدا رو شاکرم که چون این دوستان عزیزی هستن و به فکر شما دانش آموزان محترم و خانواده ها. اجازه بدید که سلام کنم خدمت بهروز نظری عزیز و ازش بخوام که اون سوالاتی رو که شما ارسال کردید در ابتدای برنامه در موردش توضیحاتی رو بده. سلام و درود بر شما عزیز. برام خدا سلام و عرض ادب به تو محسن خوشنویسان، مجری قدرتمند برنامه پرطرفدار کارنامه 20. خیلی ممنون. یه سلام عرض می‌کنیم به همه شما دانش آموزه که در هر مقطع تحصیلی هستیم و الان داریم ما رو از قاب تلویزیون شنبه‌ها ساعت 7 شبکه آموزش همراهی میکنیم، پدر مادرهایی که دارم برنامه میگم و همه همکارهای خودم و فعالهای حوزه آموزش. محسن مرسی که انقدر با ما لطف دارین و زنده باشید. ما توی این چند هفته اول بیشتر دوست داریم که معرفی کنیم کارو، چون کار جدیدیه و به مرور حالا در مورد ریز تدریسا و محتویات صحبت میکنیم. اما امروز حالا چون برنامه قبلی پخش شد و خیلی جالب بود که اکثر تماسهایی که به سمت ما میومد سوال بود، باشون عجیب بود، یه چیز جدیده دیگه. خب ویدیوی آموزشی ها کامل مشخصه و استادا رو بعد نگاه کنن، نمونه فیلم ها که توی روزهای دیگه این اتفاق داره میفته، اما اینجا چون مجموعه جدید بود خیلی سوال های مختلف پرسید. من میخوام از آنتن شما استفاده بکنم توی این بخش اول صحبت هام به یک سری از سوالا جواب بدم. اما پیشنهاد میکنم همه شمایی که برنامه هفته قبل شنبه 31 تیر ماه به هر دلیل نتونستیم ببینین، حتما روی وبسایت ما کمان کنیم داتا یار برین و برنامه رو ببینین که در مورد 2 بخش با هم دیگه صحبت کردیم. در مورد اصول یادگیری من باهاتون صحبت کردم که بدونین یادگیری یک فرایند هوشمندانه است و چه اتفاقی داره در داخلش میفته، و در قسمت بعدی معرفی مجموعه بود. عرضم بزرگ که محسن، اولین سوالی که بخوام بپرسم خیلی بانمکه، در مورد تبلت ها میپرسیدن. اول اصلا میپرسن که این تبلت ها فهم میگن یه تبلتیه که فقط کمان روش کار میکنه. نه، اینجوری نیستش. یک تبلت 10 اینچی حرفه‌ای که حیف نمیتونم مارکش رو اینجا بگم، تبلیغاتی حساب میشه، به روی پکیج های کامل محصول ما قرار گرفته و اینا میتونن تمام محتویات بر روی تبلت ببینن. بعضی میپرسن خب اگه ما تبلت داشتیم چی؟ خب قیمت تبلت رو ما از کل هزینه محصول کم میکنیم و محتویات رو در اختیارشون قرار میدیم، پس هر تبلتی قابل استفاده است و اینجوری نیست که یه تبلتی باشه که فقط روش کمان داره کار میکنه. اما یه سوال دیگه که پرسیده بودن، میپرسیدن که چرا اصلا تبلت اینا رو کامپیوتر کار نمیکنه. ببینید، توی اصول آموزشی که ما داشتیم بررسی میکردیم این بودش که ما نمیخواستیم دانش آموز پشت میز کامپیوتر بشینه فیلم ببینه، جزوه‌هاشو نگاه کنه، تمرین حل کنه، آزمون بده. من میخواستیم دانش آموز تازه همه جا همراه خودش داشته باشه، وگرنه طراحی یک مجموعه روی پی سی ها خیلی راحت تر بود تا روی تبلت ها. ولی ما تبلت رو انتخاب کردیم به دلیل هایی که حالا در هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد که چرا تبلت انتخاب شده. مشکل بعدی و سوال بعدی این بودش که آیا نیاز به اینترنت هست برای استفادهش؟ نه.
من اینجا باید بگم یکی از علتهایی که بجز اصول آموزشی که در مجموعه کمان رعایت شده بود و توسط معاهدات علمی نادری رساجه تمام اینا برای اینکه دانش بنیان بشه، این محصول آموزشی که تنها محصول دانش بنیان آموزشی کشور هست، این قابلیت ها و تکنولوژی هم بشه که بدون نیاز به اینترنت تمامی محتویات آموزشی در اختیار شما قرار میگیره. سوال بعدی که پرسیده بودن در مورد اساتید مجموعه بود. خب حالا ما از این هفته خیلی خوشحال هستیم و خودم خیلی خوشحالم که بقیه اساتید توی برنامه حضور خواهند داشت. در قسمت بعدی آقای خطیبه به ما اضافه میشن، مدرس درس عربی و عرضم به حضور شما که اما اسامیشون رو اگه دارید یک بار الان اعلام کنید. حالا چون ما 18 تا معلم الان شاید بخواد یه ذره زیاد بشه دونه بعد. اما ما میچکار که ما 90 ساعت یعنی بیش از 20% محصولی که تولید شده در 24 تا کتاب مختلف رو روی وبسایتمون همین الان داریم. اونم نه یک موضوع کوچیک یا یه حل یا یک تک سوال، نه، موضوعهایی که میدونستیم بچه‌ها مشکل دارن اونا رو قشنگ تدریس کاملش رو گذاشتیم به عنوان نمونه تدریس که بچه‌ها حتما ببینن. محسن، من به تمام مشاورین مجموعه، بچه‌ای که حالا تماس گرفتن یا پیامک به مجموعه ما میدن و میخوان محصول ما رو تهیه کنن، میگم قبل از خرید همه فیلم‌های ما رو ببینن. باور نمیشه محسن، بعضی از این خانواده ها باور کن حالا از درآمد که چه از هزینه های اصلی زندگیشون میزنن و میخوان برای تحصیل فرزندشون هزینه کنن. ما دوست داریم محصولی که هر جایی ما تماسایی داشتیم از یک جاهایی که اصلا خیلی من اسمشون تا الان نشیدم تو ایران دارم زندگی اسمشون نشیدم و اینا دارن این برنامه رو میبینن، اینا میخوان محصول رو تهیه بکنن، پس باید محصولی به دستشون برسه و این مسئولیت بار سنگینی روی دوش مجموعه ما داشت. بر همین بود که ما 4 سال طول کشید پیش تولید نیازسنجی ها، رفتارشناسی ها، ببینیم چه محصولی باید بیاد و کمک بکنه. میگم حالا هفته آینده بیشتر صحبت میکنم در مورد تفاوت مجموعه کمان با بقیه مجموعه ها. اساتیدی که انتخاب کنیم سعی کنیم اساتیدی باشن که همه با تجربه باشن، حالا دونه دونه استفاده کلاس رفته باشن، اساتیدی باشن که دانش آموز رو بیش از چند ده هزار دانش آموز لمس کرده باشن و بتونن به مجموعه ما کمک کنن. ما به پشتوانه همین تولید محتوای خوبمون ضمانت بازگشت پول برای محصولمون گذاشتیم. من آخر هفته یعنی برنامه قبلی اون آخر برنامه شو خیلی تون تون شد، من یک بار دیگه بگم ما کسایی که مجموعه ما رو تهیه میکنن هر جای ایران که هستن مجموعه رو به طور کامل براشون ارسال میکنیم، نه یک قسمت، نه یک فیلم، کل آن چیزی که باید بگیرن رو براشون ارسال میکنیم با یک تبلت. اینو استفاده بکنن، باش کار کنن، آزموناشو ببینن، تمریناشو ببینن، فیلم‌ها، تمام مباحث رو ببینن. اگر کسی احساس کرد که این مجموعه نمیتونه بهش کمک کنه، با کمال میل ما اینو ازش پس می‌گیریم، چون ما دوست داریم که اون استفاده بکنه از مجموعه ما. در چه مدتی؟ تا 24 ساعت از وقتی به دستشون رسید میتونن باش کار بکنن و اگه راضی نبودن میتونن محصول ما رو برگردونن و کل پولشون رو پس بگیرن. خب محسن، یه پیشنهاد خیلی جذاب دیگه، یعنی ما اینو به پشتوانه تولید محتوای خوبمون و به خاطر این خانواده هایی که دوست داریم محصول کتابی راضی باشد استفاده بکنن، دوست نداریم محصول بگیر و بعد وقتی فروختیم همش تمام بشه، نه، برای همین ما اومدیم این کارو کردیم. من خودم اگه به شخص دانش آموز بودم اول مجموعه رو تهیه می‌کردم، کار می‌کردم باش، اگر احساس میکردم واقعا با روحیات من سازگار نیست و نمیتونه من کمک کنه، خب پس میدادم. یعنی یک بازی نیستش که از قبل پدر مادر با یک اطمینان خاطر میتونین هزینه رو انجام بده. این کل حالا سوالایی بود که پرسیده شده بود. اما خب من خوشبختانه ببینید به پشتوانه این صحبتی رو که آقای نظری میکنن 4 سال کار شده و میگن واقعا قبل از اینکه ما برنامه رو شروع بکنیم با هم دیگه صحبت میکردیم، هدف درسته وقتی کسی که یه کاری رو داره انجام میده نهایتش بحث اقتصادی هم هست، دروغ اگر کسی بگه آقا من اصلا بحث اقتصادی رو ندارم فقط میخوام به دانش آموزای کشورم کمک بکنم، اما چه خوبه که کسی که میخواد این کار رو انجام بده به کیفیت آموزشی هم بیاندیشه. اگر داره پولی رو تحصیل میکنه در کنارش کیفیت آموزشی هم داشته باشه و این مجموعه خوشبختانه از اونهایی هستند که 4 سال تولیدشون زمان برده و از این جهت خب میتونه تحسین کننده باشه و به پشتوانه این 4 ساله که میگن ما حاضریم 24 ساعت هم در اختیار دانش آموزان قرار بگیره، اگر قابل استفاده نبود هزینه کامل اون قابل برگشته. اگر تمایل دارید با کمان آکادمی تماس داشته باشید، اجازه بدید قبل از اینکه اونو بگم یه خواهش ازتون دارم. به هر حال مجموعه در برنامه کارنامه 20 چند سال، یک سال فکر میکنم که دارید کار میکنید. ما یک سال در کارنامه 20 دومین برنامه‌ای هستش که اومدیم، ولی یک ساله که مجموعه ما داره فعالیت داره کار میکنه، دومین برنامه در کارنامه 20. به هر حال توی این برنامه جدیده که داره معرفی میشه. ابتدای کار همیشه برای اینکه دانش آموزان عزیز، من طرفدار مصرف کننده هم هستم دیگه، حقوق مصرف ما هم دقیقاً میخوام ازتون یه خواهش بکنم،
به 500 نفر اولی که همین الان پیامک ارسال بکنن 20% تخفیف براشون دارن. هرچی شما دستور بدید. با کمال میل. با کمال میل. پس دوستان عزیزم، اونهایی که میخوان 20% تخفیف از این مجموعه بگیرن، به 500 نفر اولی که همین الان پیامک ارسال بکنن به 1020 34، به 500 نفر اول 20% تخفیف در نظر گرفته میشه. شماره تلفن هم هست 021-44-25-78-11 و سایت kamanacademy.ir، سایتی است که میتونید مراجعه بفرمایید. اون فیلم های رایگانی که قرار داره، بعضن بعضی از مباحث به طور کامل تدریس شده، برای اینکه هم با مدرس هم با این مجموعه و کارهایی که انجام شده به صورت کامل آشنایی پیدا بکنید که خیالتون راحت باشه. در این حال باز 24 ساعت هم برای شما زمان گذاشتن که اگر نپسندیدید کامل پولتون رو برگردون. میریم به اتاق فرمان، برمیگردیم. جناب آقای خطیبی عزیز هم به جمع ما اضافه میشن. سلام، خدمتتون هستم با زدن یکی از تستای ترجمه کنکور همین امسال 96. خیلی از عزیزان فکر میکنن که با صرفا تکنیک میتونن به هدف برسن. ما نظرم این هستش که تکنیک عالیه، ولی بعد از این که مفاهیم رو بلد باشیم. برای نمونه از تست همون اول کنکور تجربی، تست اول عربیش استفاده کردم، ببینیم که با چه موردی به صدا حل میشده. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. ما برای زدن تست های ترجمه 7 تکنیک داریم. اولین تکنیکی که میریم سراغش زمان و صیغه های فعل ها هستش. ما اول میریم فعل جمله رو خط میکشیم، میریم سراغ لا یغیر. خب لا یغیر رو فکر کنم دیگه حتی پدر مادرامون هم میدونن که این فعل فعل ماضی نیستش، خداییش فعل مضارع است. لا یغیر فعل مضارع است. میام فعلای جمله رو پیدا میکنم، میگم بلا شک الله دگرگون نمیکنه، دیگه ادامش نمیدم. همون فعل مضارع که تشخیص دادم، اینجا میام به اصطلاح زیرشو خط میکشم. همین که اینقدرشو نمیکنم میشه سرعت من تو کنکور. همانا خداوند آنچه را در قومی از تغییر نمیدهد، تغییر نمیدهد و خط میکشن. کاری به معنای لغتیش ندارم اصلا که دگرگون کردن یا تغییر دادن. زمان فعل رو دارم بررسی میکنم، نمیشنم مثل بعضی لغت بخونم که زمانم تو کنکور تلف بشه. جفتشون مضارع است. میرم سراغ فعل سوم، تغییر نخواهند داد. تغییر نخواهند داد چه زمانیه؟ زمانش فعل آینده است. پس گزینه سوم من اینجا چی میشه؟ حذف میشه. میرم سراغ چهار، بدون تردید خداوند دگرگون کننده چیزی که قومی در نفس خود دارند نیست. اصلا فعل جمله که دارند نیست بوده، این تیکه که اصلا ربطی به این نداشته. در است از روی خود گزینا میفهمیم که کلمه دگرگون کننده رو به جای فعل لا یغیر آورده. خب دگرگون کننده خودت بگو، اصلا فعل خداییش فعل نیست، اسمه. پس شهار هم گرفته بیرون. حالا میبینیم دو تا گزینه، میبینیم دو تا گزینه. اگر فعل نداشتیم دیگه میرفتیم سراغ به اصطلاح قواعدهای بعدی، تکنیک های بعدی که توی به اصطلاح برنامه های دیگه به اصطلاح خواهیم گفتش. اما الان فعل دارم دوباره، میرم سراغ حتی یغیر رو. باز میگم میکنم فعل فعل مضارع است. میام میگم آقا تغییر داده شود و تغییر دهند. اصلا مکس میکنیم حالا ماضی مضارع، جفتش مضارع است. مطلب دیگه صیغش هم مهمه. ما وقتی که معمولا بین دو تا گزینه میمونیم، همیشه حرفه‌ای زدن اینه گزینه رو مقایسه کنیم، نه تیت سوالو. من وقتی که گزینه رو مقایسه میکنم میبینم تغییر داده شود مفرده، ولی تغییر دهند جمعه. پس این به من هدایت میکنه من برم سراغ صیغه فعل. حتی یغیرو، یغیرو که حالا حتی سر فعل مضارع اومده و نون آخرشو حذف کرده، معمول به فعل مضارع منصوب میشه، رو کاری نداریم. یغیرو الان چیه؟ جمعه. پس تغییر داده شود جمع نیست،
مفرده، پس حذف می‌شده، جواب گزینه دوم ما می‌شده در کنکور. یعنی واقعا همون اولین تست کنکور بچهای ما که دو سوم تستای کنکور رو همینا رو بچهای به اصطلاح ما نمی‌زنن متأسفانه در کنکورها، خیلی‌ها به خاطر اینکه یا لغت می‌خونن یا فقط تکنیک صرف استفاده می‌کنن، واقعا با همون فعل مضارع حل می‌شده. kamanacademy.ir سایت مرتبط با مجموعه کمان آکادمی هست و شماره تلفن 021-44-25-78-11 شماره تلفن این مجموعه و 1020-34 سامانه پیامگیر هست که دوستان عزیزی که پیامک ارسال بکنن 500 نفر اول از لحظه‌ای که چند لحظه قبل که من یک بار هم اعلام کردم به 500 نفر اول 20% تخفیف در خرید مجموعه کامل کمان آکادمی تعلق خواهد گرفت که فکر میکنم با کاری که انجام شده ارزش این رو داره، ضمن اینکه 24 ساعت هم زمان برای شما در نظر گرفتن که اگر محصول از زمانی که محصول به دستتون رسید و مورد پسندتون نبود و دیدید نمیتونید ازش استفاده بکنید، خب میتونید برگردید و مبلغ را هم کامل برگشت داده خواهد شد. اما با جناب آقای بابک خطیبی مدرس درس عربی این مجموعه تا لحظات پیش آشنا شدید و الان هم ایشون در استودیو هستن. سلام میکنم خدمت ایشون و خوش آمد بهشون میگم. سلام خدمت شما آقای خوشنویسان عزیز، موجه توانمند، خدمت آقای مهندس نظری و همه خانواده ها و دانش آموزان گرامی. جناب آقای خوشنویسان، خودتون بهتر میدونید که عربی از دو جهت یه درس خاصی هستش. اولین خاص بودنش به علت این هستش که بچه ها عاشق این درسن. خدمتتون عرض کنم که و دلیل دوم به خاطر امتیازیه که این درس واقعا در کنکور داره. از نظر امتیاز واقعا درس عربی درسی هستش که چون ما همیشه نظرمون این هستش کنکور رقابتی هستش، درسیه که واقعا همه باش مشکل دارن، درسی که دیگران توش مشکل داشته باشن، پس ما اگر بتونیم یه درصد مورد قبول رو بزنیم همیشه نشون داده که رتبه ما جابجا خواهد شد، نه این درس، هر درسی که این به سر چالش رو داشته باشه. از نظر دیدگاه بچه ها چرا حالا بچه ها اینقدر به این درس واقعا حالا به قول معروف گفتم عاشقش هستن، واقعا این دیدگاه رو دارن؟ علتش این هستش که کار اصولی انجام ندادن، یعنی اصولی نخوندن، بچه ها از کنکور برای خودشون یک گولی رو ساختن، چون این گول رو ساختن مثلا فکر میکنن در کنکور حتما سوال ها و مباحثی میاد که واقعا اینا ماورای مثلا طبیعه هستش، فقط ما میایم مثلا میگیم آقا برو همون ماضی مضارع رو باید بخونیم، حتی از صفر شروع کنیم بخوندن، باورشون نمیشه. به همین دلیل بودش که تستی که من الان به اصطلاح اجراشو دیدیم قبل از به اصطلاح اومدن من تو استودیو، به خاطر همین بودش. این سوال اول تجربی امسال بوده، سوال اول عربی که با به اصطلاح بالاش هم خورده بود، سوال 26 تجربی بودش، سوال 26 تجربی سوال اول عربی خوب میشده. دقیقاً میخواستیم این انرژی رو بچه‌ها بدیم که ببینن واقعا کنکور قول نیستش، همون ماضی مضارعی که خیلی نمیرن سراغش و فکر میکنن که یک سوالهای خاصی میخواد در کنکور بیاد، میرن میشنن مثلا لغت میخونن برای ترجمه، میرن فرض بفهمید میرن فقط صرفا سراغ تکنیک زدن تست، یعنی طرف هنوز ماضی مضارع نخونده یا بهش بی توجهه، نمیگه مال نخونده، چون بی توجه هستش بهش، چون دقت نمیکنه بهش و دنبال چیزهای خاص دیگه ای میگرده در سوال، چشمش همون فعل مضارع رو نمیبینه در کنکور. من مخصوصا این سوال رو جواب دادم که ببینیم با همون مضارع ساده لا یغیر و صیغه یک مضارع است، با همون یک به اصطلاح فعل مضارع ساده سوال اول تجربی امسال ما حل میشده، پس چرا بچه ها نمیزنن یه همچین تست ساده ای رو؟ پس ببین تست سخت نبوده، تست ساده بوده، ولی به یک شرط، من راهش رو بلد باشم. حالا ما چجوری میتونیم راه و بلد باشیم؟ ببینید خیلی از عزیزام عرض کردم گاهی اوقات روش رو اشتباه میرن، مثلا میرن میشینن صرفا برای خوندن لغت یا مثلا فقط صرفا تکنیک. درسته من زمانی باید تکنیک رو استفاده کنم، با خودمون تمام تکنیک ها رو آموزش میدیم برای زدن تست، ولی به یک شرط،
آیا دانش آموز اول مفهوم خونده؟ آیا اول اصلا ماضی مضارعه تشخیص میده؟ میدونه بعد بره سراغ مضارع تا بعد بره سراغ زدن تکنیک؟ به همین دلیل ما نظرم این هستش که اگر دانش آموزی واقعا الان جناب مهندس نظری میدونن ما بچه‌هایی داشتیم که واقعا از منفی به درصدهای بالای عربی رسیدن، چرا؟ نه اینکه چون حالا خوششون اومده، اصلا صحبت خوش اومدن نیست، ما میگیم آقا درس عربی یک ابزاریه که ما میتونیم به درصدها به رتبه‌های بالای کنکور برسیم. من الان چندین و چند سال هست دارم حرفه‌ای فقط دارم این کار کنکوری که دارم انجام میدم، خب داریم میبینیم واقعا درس عربی چقدر جابجا میکنه. صحبت سر عربی نیست، صحبت سر اینکه ما دوست داریم بچه‌ها قبول شن، اون چیزی که میخواد بشه. به خاطر همین واقعا چطور شده دانش آموز از درصد منفی به درصد بالا رسیده؟ یا بچه‌هایی داریم که الان برای به صدا همین کارهای آموزشی که ما داریم آماده میکنیم به صدا دارن کمکمون میکنن، واقعا مهندس در جریانشون هستن، بچه‌هایی که از عربی متنفر بودن ولی الان تو مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و من دانش آموزی داشتم که از عربی متنفر بودن، الان دانشجوی دکتره ادبیات عربه. چرا؟ چون هر چیزی راه داشته. نمیگیم حالا علاقه من شدن، وقتی که اومدن از اول کاری که ما توی کمان آکادمی کردیم همین بوده، اومدیم از اول درس دادیم، کاری که من همیشه حتی در کلاس هم همین کار رو میکنیم، میگیم آقا از صفر باید دانش آموز شروع کنه. ما الان توی بسرا کمان آکادمی اومدیم این کار رو انجام دادیم که آقا حتی فرق بین اسم و فعل رو گفتیم، چون خیلی از عزیزامون که میگن آقا ما بلدیم، ولی وقتی که تو تست میبینیم که واقعا این اتفاق نمیفته. حتی اومدیم فرق ماضی مضارع رو گفتیم. چرا گفتیم؟ سوال اول کنکور بوده، سوال اول کنکور بوده اما ماضی مضارع. دانش آموزی بچه‌هایی که علاقه من شدن، چرا علاقه من شدن؟ چرا تونستند؟ ببین لغت توانستن خیلی مهمه. چرا توانستند؟ چون اومدن از صفر شروع کردن. دانش آموزی که میاد از تفاوت ماضی مضارع از اس شروع میکنه، وقتی که پله پله ما جارو کردیم به قول خودم، من حساب میگم آقا ما جارو میکنیم میریم جلو، همینطور درس‌ها رو جارو کرد اومده جلو، به این توانمندی رسیده، چیزی نمیمونه دیگه. که بنابراین در به اصطلاح که رسانه کمان آکادمی هم ما همین کار رو انجام دادیم، از صفر شروع کردیم. این اولین فیلممون تفاوت بین ماضی و مضارع است. شروع کردیم، گفتیم مفاهیم رو اول آموزش دادیم، چیزی که میگیم آقا باید اول دانش آموز بفهمه اینو. وقتی مفاهیم آموزش دادیم، پشت بندش اومدیم تکنیک زدن تست رو بهش یاد دادیم. چون یه چیزی بچه‌های من یادشون نره، یه چیزی رو یادتون باشه، کنکور فقط خوندن نیست، هنر کنکور دادنه. هنر کنکور دادن یعنی که من قرار 25 سوال رو در 20 دقیقه جواب بدم. ما در شهرهای مختلف وقتی که میریم برای برنامه میبینیم دانش آموزی میگه آقا من 100 میزنم ولی به یک شرط، 40 دقیقه وقت داشته باشم، 45 دقیقه وقت داشته باشم، تو 20 دقیقه نمیتونم. در نتیجه ما غیر از اینکه مفاهیم رو آموزش میدیم، باید هنر کنکور، من همیشه باز تکرار میکنم، هنر کنکور دادن آموزش بدیم. هنر کنکور دادن یعنی استفاده از همین حالا تکنیک ها که مکمل مفاهیم برای سرعتی زدن تست باشه. بله، برای هر درسی اگر یک روزی کسی میگه من ریاضیم ضعیفه، مبانی ریاضی رو اگر یاد بگیره، اگر در فیزیک مبانی فیزیک یا هر درسی رو آموزش ببینه و وقت زیادی روی این مبانی بگذاره، مطمئناً بعد تدریس اونها خیلی شیرین‌تر خواهد بود و عاشق عربی هم میشه شد. حالا گرچه خیلی از بچه ها اینطور نیستن و از این درس شاید خیلی خوششون نمیاد، نمیدونم چرا، اما اگر درست تدریس بشه واقعاً درس عربی، درس‌های دیگه، ادبیات، زبان، هر درسی فرقی نمی‌کنه، اگر مبانیش رو خوب یاد بگیریم و مفاهیم رو درست آموزش ببینیم، مطمئناً علاقه‌مندی هم ایجاد خواهد شد. برای اینکه با مؤسسه دانش بنیان کمان آکادمی آشنایی بیشتری بخواید داشته باشید، باید به 1020-34 پیامک ارسال بکنید. دوستان عزیزی که از ابتدای برنامه امروز پیامک ارسال میکنن، به 500 نفر اول 20% تخفیف در خرید محصولات داده خواهد شد. شماره تلفن 0-21-44-25-78-11 شماره ایست که میتونید تماس بگیرید اگر سوالاتی رو دارید از این مجموعه، سوالاتتون رو بپرسید. و سایت kamanacademy.ir هم سایتیه که میتونید بهش مراجعه بفرمایید و با همه
مدرس های عزیز این مجموعه آشنایی بیشتری رو داشته باشید. زمان زیادی رو نداریم آقای نظری عزیز، اگر در مورد محصول یا اینکه مفهومی بودن کار همونطور که جناب خطیبی عزیز صحبت کردن، تکنیک باید همیشه بعد از اینکه من آموزش رو دیدم شروع بشه، نه اینکه اول هنوز هیچ آموزشی ندارم بعد برم سراغ تکنیک. اصلا نمیدونم به قول ایشون فعل مضارع اصلا چی هست، این اصلا فعل امر مضارع ماضیه، نمیدونم، هیچ اطلاعی ندارم، بعد بگیم حالا بریم مثلا افعال رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و از طریق رد گزینه مثلا، خب اینها باید قبلش آموزش داده بشه. در مورد اینها اگر مطالبی هست بفرمایید. محسن جان، یه مشکلی که بچه‌ها دارن، من خودم تکنیک برای ما معلمان وقتی تست کنکور محسن با تکنیک میزنیم. چرا ما این کار؟ ما سالها درس دادیم، چند صد بار هر کتاب درسی و تسلط کافی رو داریم. تو مجموعه کمان ما اینا رو در فیلم‌های جدا آوردیم، ولی بعد از اینکه دانش آموز تسلط پیدا کرده، اینجوری که تو وقتی که میای فیلم رو میبینی، مفاهیم رو دریافت میکنی، سوالای جزوه رو حل میکنی، تو ذهن خودت ثبت میشه، میای تمرین ها رو حل میکنی، تسلط پیدا کردی، حالا که تو روی مفاهیم تسلط پیدا کردی، این تکنیکا میتونه به تو کمک کنه. مثلا بچه‌ها مین چیکار میکنن وقتی میرن سر جلسه؟ اون کسایی که فقط تکنیک میخوان یاد بگیرن، یه چهار تا راه تستی میان میبینن، یک مثلا تو یک فیلمی، بعد کلی ذوق زده میشن که میخوان تلاش نکنن. چون من همیشه دانش آموزا رو سه دسته میگم، کسایی که هیجانی ان، تو رویای موفقیت دارن زندگی میکنن، میخوان بدون تلاش نتیجه گیری کنن، بعضی تلاش میکنن اما بدون نقشه، بدون راه، فقط تلاش. باور کن من دانش آموز داشتم، هفته 50 ساعت درس میخونه بعد اصلا میرفته، ولی همیشه فقط درس میخونه، یه تک سوال استرس یعنی به هم میریختتش. برای همین ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم دسته سوم دانش آموزایی هستن که تلاش میکنن و نقشه راه دارن و باهوشن، یا پدر مادرهای آگاه دارن، اینا میدونن که خودشون رو میشناسن، خودشون رو مربیگری میکنن، آیا لازمه یک ابزار کمک کامشی کنارم باشه یا نه، اگر هست اعتماد میکنن بهش و با اون پیش میرن. من دیدم بخیل بچه ها مثلا 10 تا کتاب کمک کامشی میخرن، چندین تا DVD میخرن، چندین تا مجموعه آموزش مختلف، هیچ کدوم استفاده نمیکنن. این بچه ها معمولا میرن سر جلسه کنکور این شکلی، این تکنیک ها میزنن کنار دست خودشون، سوال به سوال میخوام ببینم کدوم تکنیک به این میخوره، هی وقتشون هم گرفته میشه. در حالی که باید برعکس باشه، دانش آموز اول به سوال بخونه، اگر ذهنش منظم باشه، کاری که نظم در کمان آکادمی است، تمام فیلم ها روی یک درخت دانشه، وقتی که میاد جلو میفهمه که این کدوم مبحثه، چه تیپیه، حالا تکنیک دارد یا ندارد، دارد میتونه از اونایی که یاد گرفته استفاده، ندارد باید حل کنه. چیزی که پایه و اصول مجموعه کمان آکادمی بوده، آموزش مفهوم ده، نه تشریحی نه تستی، مفهوم رو ما یاد دادیم. من اینجا بگم خیلی جالبه که ما دانش آموز داریم از افغانستان، مجموعه رو تهیه کرده، باور نمی‌کنی وقتی با صاحب میگم تو کنکور می‌خوای بدی، گفت نه دارم فیزیک یاد می‌گیرم، فیزیک ما رو تهیه کرده داره نگاه می‌کنه. پس به خاطر اینکه ما اومدیم اصول رو از صفر تا صد، تمام فیلم‌ها وقتی داشته ضبط می‌شده، اگر مثلا معلم داره یه چیزی میگه، دونه دونه یه پیش نیاز قبلش بوده تو صحبتاش گفته که اینا اول شما باید بدونی، پس به فلان فیلم باید رجوع کنی، و همش روی درخت دانش کامل برای همه درس ها. در راستای دقیقاً صحبتی که بابک عزیزم انجام داد، که ما نه به جز عربی، برای همه درس ها اگر مبحثی تکنیک داشته، بعد از انتهای آموزش مفهومی که اون انجام شده، اون تکنیک ها رو هم آوردیم. بچه‌ها باید بدونن پدر مادرشون زحمت می‌کشن، این هزینه که میخوان برای تحصیل خودشون بکنن بدونن، و با فکر مجموعه رو انتخاب کنن. باز تاکید میکنم بیش از 90 ساعت از فیلم های ما رو وبسایت ما kamanakademi.ir هستش، حتما این فیلم ها رو ببینید، با نحوه تدریس ها آشنا بشین، با اساتید مجموعه آشنا بشین، ولی صرفا فیلم نمیتونه به شما کمک کنه، و شما یک سری محتویات دیگه میخواین که همه اینا در داخل تبلت های کمان آکادمی آماده شده، شما میتونید اینو سفارش بگیرین، تهیه بکنید، 24 ساعت هم که ضمانت بازگشت داره که اینو در منزل خودتون لمسش کنید و احساسش کنید. خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از جناب خطیبی و جناب نظری عزیز. یک بار دیگه من برای دوستان خوبی که قرار ارتباط برقرار کنند با کمان آکادمی، راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. 1020-34 سامانه پیامگیر عدد 1 رو ارسال بفرمایید، به 500 نفر اول 20% تخفیف در خرید محصولات امروز داده خواهد شد. 021-44-25-78-11 شماره تلفن این مجموعه هست، و kamanakademi.ir هم سایتی است که میتونید مراجعه بکنید و فیلم‌های رایگانی که روی اون قرار داره رو ببینید، با همه مدرس‌های این مجموعه هم آشنا بشید. متشکرم از دوستانم و سپاسگزارم از شما که بیننده برنامه امروز بودید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.